دور میکنن. خیلی محکم و زیبا بازی رو آغاز کرده شهرداری یاسوج. صمد اکبری کاپیتان با پای چپ ارسال به تیر دوم. نماینده استان چهارمحال و بختیاری رو در دور دوم حذف کرد زوباهان اصفهان رو. در فولاد شهر اصفهان 1-0 شکست داد. این تیم رو هم از گردون رقابت ها خارج کرد و حریف تیم استقلال تهران شد. در با سابقه در فوتبال کشورمون رو هم دارند. در سال 1373 یک تیم باشگاهی به نام فجر مقابل تیم اطلاعات سازی تبریز بازی کرد در یک دیدار رفت و برگشت، هم در تبریز هم در شهر یاسوج، که بازیکنانی چون سرتیب طاهری، کوروش موسوی به عنوان دروازه‌بان و ابوالقاسم خلیلی در اون تیم حضور داشتن. موقع دارن بازیکنانه معمولا قبل و در حین بازی گفته میشه، اما باید منتظر ماند تا پایان این دیدار ببینیم که کدام یکی از این دو تیم نتیجه بازی رو به دست میارن. موقعیت خطرناک دارن بازم بازیکنانشون. ببینیم چه اتفاقاتی در خلال بازی انجام خواهد شد. بازی خوبی رو از هر دو تیم در نیمه اول شاهد بودیم، خصوصا تیم فوتبال شهرداری یاسوج چندین موقعیت گلزنی داشت. صمد اکبری حالا موقعیت هست برای بازیکن شهرداری یاسوج، یه پاس توی مطرف و با تجربه داره تیم فوتبال اطلاعات و سازی تبریز، ولی بازیکنان توپ درنوسن به مصطفی اکرامی رسید، او به زیر توپ زد. توپ در میانه میدان سرگردان هست. حالا عباس فرد